به نام خدای مهربان کودک عزیز سلام خدا کنه خوب و سلامت و شادمان باشین و با خانواده های بسیار عزیزتان زندگی خوب و خوشه پیش ببرین من باز هم یک داستانه که بسیار جالب و در پالوش آموزنده را براتان امروز میخوانم امیدوار هستم خوشتان بیاید نام داستانی که برتان می نظافت بقای سلامت از ای داستان سشن ست نشر کرده و عبدالرئیم احمد پروانی ایره از زبان انگلیسی به زبان فارسی بر شما عزیزا ترجمه کرده و ناشر زیگ داستان و کتابش کتابخانه درخت دانش است به که ببینیم که داستانک سر چیست منتا یک کمکی از اول برتان نقل میتم سر یک دخترک است که رفته بیرون ساتیری کرده و آمده نان خورده و باز دچار یک مشکل شده بیایی ببینیم که انوی امی دخترک چی کارا کده یعنی چی گله به آب داده انوی ده سال داره و در شهر گوا زندگی میکنه می بینین یک روز انوی بر بازی به ساحل دریا رفت او در آنجا یک قصر ریگی بسیار زیبا ساخت انوی پس از اینکه چند ساعت بازی کرد به خانه بازگشت. در خانه مادر انوی برایش نان چاشت آماده کرده بود. مادر با دیدن دخترش صدا کرد. انوی دستایت را بشوی و بیا که غذا آماده است. قسمه که پیشتر گفتم شما در تصویر انوی را میبینین که یک خانگک از ریگا سازه چرا لب دریا رفته بود ساتری کردند. انوی بدون از که به توصیه مادر توجه کنه با دستای ناشسته به غذا خوردن پرداخت یا تانست مادرش گفته بود که دستای بشو بیا نان بخو اما انوی دستای خونه نشش چون گرس نشده بود بسیار بازی کرده بود آمد راسن نان خورد وقتی انوی غذا میخورد خورد میکروبا از دستایش به غذا رفتن و از غذا به دانش و بعد از اون به میدهش رسیدن خب ببینید ساتیری کرده بود دستایش چتل بود آمد امروی دستایش چتل نان خورد خود او دوستا میکروب رفته بود میکروب به غذا رفتن از غذا به دان انوی رفتن و بعد از اون به میدهش رسیدن و می بود که انوی با زودی درد شدید در میده خود است کرد و وقتی درد شدید شد فریاد زد مادر مادر مادرش باور خطایی نزدش آمد و پرسید چی شده انوی بعد متوجه شد که انوی به سختی بیمار شده مادر با عجله انویر نزد دکتر برد دکتر انویر ماینه کرد و گفت که دم میکروب پیدا شده امی بود که داکتر بندی توصیه کرد که بعد زی با دستای شسته غذا نخوره و همیشه کارای زیر انجام یعنی کارای کالبرتان میگو داکتر گفت که امی همیشه ورزش کو ما به شما میگم کدک های دیزم همیشه ورزش کنین ورزش به این منانه نیست که حتما برین ورزش سخیل سخیل کنین اینه ورزش عادی یعنی فعالیت فیزیکی مثلا قدم بزنین دوش بکنین فوتبال والیبال باسکتبال هر چیزی که خوش دارین همیشه غذاهای صحی بخورین بخورن گفت داکتر؟ ما ما سیهی را گفت دکتر ما به شما میگم من همیشه غذای سیره بخورین وقتی که همیشه وقتی که میوه و ترکاری میخورین وارا خوب بوش بعد این او بخورینش انوی عمی... تله خودش داد گفت راست چرا خودش کم تو کدمو مریض شده بود نه بود نان خورده بود دیگر از این خاطر دکتر گفتش که میشه میوه ترکار خوب شسته و سپس بخورن و طبعا دکتر گفتش می همیشه میشه دستای خود قبل از غذا خوردن بوشویی یعنی کودک های بینید دکتر چه خوب گفته همیشه ورزش کنه همیشه غذای سی بخوره همیشه میوه و ترکار خوب بشوی باز بخوره و همیشه دستای خود قبل از غذا خوردن بشوی دکتر بعد زو برای انوی دوا داد تا هرچی زودتر خوب شود. انوی خانه آمد دوا خورد چند روز بعد خوب شد. خب کودک عزیز امیدوار هستم که ای داستانه شما خوشتان آمده باشه و شنیده باشه این داستان کوتاه بود البته صد خانش از این کتاب که اگر نسخه چاپی شد بخانین صد خانشش چار است و بر اطفالی در نظر گرفته شده که میتونن بدون کمک دیگران مستقلانه بخوانند. و کتاب هم میتونین شما از کتابخانه درخت دانش به طور رایگان دانلود بکنین همچنان در و چینل ما کتاب های دیگه هم وجود داره که داستان هستن چی به صورت شنیداری و چی به صورت چاپی موجود است تا داستانه که دیگه برتان بخانم شما را به خدای بزرگ مسپارم شاد و سلامت باشین و با خانواده عزیزتان زندگی خوب و خوش و خیر پیش ببرید